سلام، من از شهر اشرف با شما صحبت میکنم، از قلب پرتپش مقاومت و آزادی خواهی مردم ایران. الان ساعت حدوداً 10 دقیقه به 6 بعد از ظهر هست. در شهر اشرف هستیم، اومدیم اینجا در کنار تعدادی از جوانهای با صفای شهر اشرف باشیم و گزارش زنده‌ای تقدیم حضورتون کنیم. با ما همراه باشید، یک گزارش کوتاهی تقدیم حضورتون میکنیم، تقدیم به همه بینندگان خوب برنامه فردایی. معرفیشون میکنم خدمت شما، دوست عزیزم مشتبه از همکاران خوب ما که معرف حضور بینندگان سیمای آزادی هست: مصطفی عزیز، حنیف، موسا، محمد، عباس، علیرضا و عباس. قبل از اینکه بچه ها بریم سراغ صحبت ها و به سلام بحثمون رو شروع کنیم، این گپ دوستانه رو، ما در جمع یکانی هستیم که مجاهد شهید حنیف امامی، مجاهد شهید سیاوش نظام الملکی و همین رضا احمدخواه از این جمع پرکشیدن. به همین خاطر فهم کنم که هیچ شروعی بهتر از این نباشه که این بحث و گفتگو رو از یاد بود اونها شروع کنیم و یادی از خاطرات اونها، کمی جملاتی از اون، از آخرین روزشون، از پایداریشون برای ما بگید. حالا دیگه به انتخاب خودتون، بعد بپردازیم به بقیه سوالاتمون. ضمن سلام به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی، خیلی خوشحالم مهران دست ما درد نکنه که این فرصت رو به ما دادید که با بینندگان سیمای آزادی یک رابطه برقرار کنیم، و سلام خودمون رو از شهر مقاومت و پایداری اشرف خدمتتون عرض بکنیم. اما راجب حنیف گفتی و سیاوش، دو جوانی که واقعا از میان ما پر کشیدند، رفتند و چه جوان مردانه به شهادت رسیدن. البته اونا از بین ما نرفتن، اونا طبعا در قلب تک تک اشرفی ها و در تک تک ما هستند و خواهند بود. اما راستش یک نکته میخواستم بگم سر روز آخری که حنیف داشت میرفت، اینا داشتن میرفتن طرف شمال قرارگاه، ما هم میخواستیم پشتر اونا برای پشتیبانیشون بریم، ما کمی دیرتر رفتیم. البته حنیف داشت میرفت، بهش گفتم حنیف آماده ای؟ گفت آمادم. گفتم کفش مناسب پوشیدی؟ گفت آره، این کفشی که میبینی میخوام عوض کنم، اونجا عوض میکنم، یه کفش خوب میپوشم. بعد به من گفت تو خود آماده ای؟ من چون سرم یه کمی زخم برداشته بود، یک ضربه خورده بود روز قبلش، یعنی روز سه‌شنبه 6 مرداد، به من گفت تو چی آماده ای؟ گفتم آره من آماده آمادم. گفت بهتر تو نیای، سر درد میکنه فلان. گفتم نه حنیف جان، من باید بیام. و یک خندید و با انگشتاش یک علامت پیروزی نشون داد و گفت میبینمت اونجا. توی صحنه یکی گفت حنیف گوله خورده، حنیف گوله خورده. من نگاه کردم، باورم نمیشد این حنیف امامیه. میپرسیم این حنیف امامیه؟ گفت آره این حنیف امامیه. بعد گفت کمک کن ببریمش. بعد من یک پاشو من گرفته بودم، واقعا باورم نمیشد حنیفه. این نگاش میکردم به چهرش، ولی باورم نمیشد حنیفه. بعد که دیگه گلوله به قلبش خورده بود و واقعا جاودانه شد، و مطمئن باشه که اون در بین ما هست، ما مطمئنیم که اون در بین ما هست، و اون هم باید مطمئن باشه که ما راهش رو ادامه خواهیم داد. ما تک تکمون یک حنیفیم. حنیف یک روحیه خاصی، سرشاری شادابی عجیبی داشت، خیلی زیاد کار و تو هر سختی که بهش برمیخوری من خیلی انگیزه میگرفتم از حنیف، از نحوه کار کردنش، از این پرشوریش، از نشاطش تو مبارزهش، خیلی برام انگیزاننده بود. از وقتی قیامات داخل ایران شروع شد اصلا حال هوای دیگه حنیف بهش دست داد، و روزی که ندا شهید شد خیلی هم ناراحت شدیم که همون شب تو آسایشگاه حنیف یه شمع سیبی بود و اومد این شمع رو روشن کرد، چراغا رو خاموش کرد، گذاشت تو رومیز آسایشگاه، گذاشتیم به یاد ندای شهیده. ولی طبعا من خودم از وقتی که شهادت حنیف رو شنیدم اولش نمیخواستم باور بکنم، هرچی هم میگفتن حنیف شهید شده دوزنم میگفتن نه حنیف نبوده، یه حنیف دیگه بوده، حنیف شهید نشده. یعنی در حدی تو این احساس به وجود اومده که لحظه هنوز احساس دوری ازش نمیکنم، احساس نمیکنم حنیف از جمع ما رفته. و یه موضوع سر خود سیاوش بود، یعنی واقعا تماما لحظه به لحظهش پر از غرور، پر از سرشاری، پر از قوت دادن به بقیه، انرژی دادن به بقیه بود. واقعا در کنار سیاوش بودن آدم احساس میکرد خیلی قویه، مجاهد واقعی.
ساعت 12 شب بود که خبر شهادتش رو شنیدم. مثل حنیف منم همین لحظه رو داشتم که سیاوشم از بین ما نخواهد رفت و نمیره و همونطور در کنار ما هست و همونطور ما جا شد همونطور هم ارزشایی که از سیاوش من یاد گرفتم همون رو چندین برابر تو خودم زنده میکنم. همون ارزشا رو تو جمع تک تک بچه ها الان میبینم همش چطوری زنده شده. این پیام مقاومت و پایداری در تمام تک تک بچه همون تو اشتف الان چندین برابر بیشتر شده. اینطوری نیستش که با شهید شدن با ضربه خوردن مجاهدین زری تو خودشون برن. مجاهدین مثل فولادی هن که هرچی ضربه مخوره آب دیده تر میشه، هرچی قوی تر میشه. این قانون انقلابیونه، قانون مجاهدینه. ما هم تا آخرین قطره خون و نفسمون عهد بستیم با حنیف و سیاوش و تمام شهدامون همین حقمون رو بگیریم و مقاومت و پایداریمون رو تو اشتف ادامه بدیم تا تمام این موضوعا رو به زانو بزنیم و حق آزادیمون، حق تمام مردم ایرانمون رو تو ایران برقرار بکنیم. آزادی رو به مردم ایران همطوری که حنیف خیلی دلش میخواست لبخند رو لب همه جوان ها بیاریم، طوری که دیگه جاودانه بمونه این آزادی، این لبخند، این خنده بر لب تمام مردم بمونه. پیشنهاد میکنم که قبل از اون کمی برامون از حال و هوای این روزهای شهر اشرف بگید، از خودتون. من دیدم که قبل از اینکه ما شروع کنیم ضبط و اونجا مشغول شعار دادن بودید. موسی تو یکم از حال و هوای این روزهای اشرف بگو و خلاصه رابطه های بچه ها با هم. اولا من تشکر میکنم بابت اینکه این ارتباط داشته باشم با جوانای خارج کشور و داخل. سوالی که کردی، خب حال و هوای امروزم قطعا خب دشمن تو زمینه. این که بخواد فکر کنه مثلا ما کوتاه بیایم، هرگز اینجوری نیست. بعد از این شهدایی که ما داشتیم، حداقل از جمع خودمون سیاوش و حنیف و علیرضا و بقیه شهدا، از قضا ما رو بیشتر مصمم‌تر کرده که توطئه‌های بعدی دشمنم قضیه هلیکوپتر رو هم شنیدی یا نه. این بعد از حملاتی که کرد، چند روز حملات یه مقدار افت کرد، این هلیکوپتر فرستاد بالای حریم اشرف و کاغذای پرتی. ما ابتدا نمی‌دونستیم چیه. بعد بچه‌ها رفتن کاغذا رو خوندن. شما همینجا بودین؟ بله، ما همین تو همین موزه بودیم. رفتیم کاغذا رو خوندیم، دیدیم که همین حرفای پرت و پلای گذشته رژیم، همین وزارت اطلاعات که می‌خوایم برین ایران، نمی‌دونم فلان، همین مزخرفات. که به محض اینکه با این صحنه مواجه شدیم، بچه‌ها همین ورقا رو گرفتن پاره کردن. خیلی بچه‌ها بودن اون جلو که شعار می‌دادن، همینا رو بردن جلوی بله بردن پاره کردن. خب قطعا این توته رژیم بعد از جنایتی که برملا شده و بعد از جنایتی که واقعا شکست خورد، یعنی طرحایی که تو ذهن اینا بود در عرض 48 ساعت 24 ساعت شکست خورده، بعدن موضعشون اومده پایین که آی فلان دوباره همون دستگاه قبلی از قضا کور خوندن. خب آجا تو هنوز آثار جراحت روی سرت هست، یک توضیح برای ما بده که چی شد، داستان چی بود؟ الان خوب شدی؟ بهتری الحمدلله؟ چی جوریه؟ الان که حقیقتش خوبم، یعنی خودم درد ندارم، ولی خب دیگه آثارش مونده. برای این که ولی این اصل نیست. حقیقتش من روز ضربه خوردم در لحظه بیهوش شدم. خب خیلی هم واضح هم است، مثلا این آدم میبینه من فرد به عنوان فرد بی سلاح خیلی عجیبه که مثلا طرف اصلا منو بزنه، ولی بیهوش هم شدم. من بعدش فهمیدم که دو تا ضربه دیگه سرم خورده، چند تا دیگه رو کتفم خورده بود بیهوشی، یعنی آره افتاده بودم زمین. ولی حقیقتش وقتی رسیدم بیمارستان، خب یه صحنه‌های دیگه ای بود. درد و اینا دیگه چیزی نمونده بود برام، تمام صورتم خونی بود. یعنی من خب بعد از اینکه تو آمبولانس بودم فهمیدم داره خون میاد. لحظه با این دیدن این صحنه آدم دیگه اصلا فراموش میکنه همه چیزو. روحیه‌ای که تو رزمندگان شهر اشرف هست یک روحیه بسیار جنگنده و شاداب و سرحال، و همطور همه آماده هستن که با هر توطئه‌ای که دشمن بخواد انجام بده باش مقابله کنن. رژیم اونطور فکر کرده که میتونه با فشار آوردن روی مجاهدین و اشرفیان اونا رو خسته کنه، ولی بالعکس، مجاهدین هرچی سرشارتر و شادابترن و دارن دشمن رو خسته میکنن. یعنی ما اشرفیان پیاممون به جوانان ایران همینه، هرگز خسته نشن و با تداوم و ایستادگیشون روی همین قیام ها و خواستای برحقشون رژیم رو خسته